بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 11 همه تجوید قرار داریم. در این درس ما مد اصلی یا مد طبیعی رو میخواییم که بفهمیم که چی از ایره. در انگلیسی به نام بیسیک مد میگن و ما و شما قبلا گفتیم که واو لترز در حروف عربی عبارت از الف و ویا یا حروف صدادار سه دانه است، الف و ویا است و اینمی الف و ویا که هست سبب تشکیل مد طبیعی میشه. چی رقم میشه؟ اینجا یک فرمول داره براتون شرح میکنم، اما پیش از اینکه با فرمول ما براتون بگویم ایره باید شما بفهمین که این مد اصلی همیش دو حرکت داره و دو حرکت در نظر گرفته میشه. هیچ وقت کوشش نکنین که حرکت مد اصلی را شما در نظر نگیرین که معنا تغییر میکنه و مخارج تغییر میکنه و بسیار مشکلات دیگر پیدا میکنه. میریم فرمول مد طبیعی است که ارگاه ما حرف یک حرف داشته باشیم و فتحه داشته باشه، پشت سرش الف ساکن به او را تشکیل مد اصلی میکنه. حرف حرکت دمه داشته باشه و پشت سرش الف پشت سرش واو ساکن شوه. حرف دمه باشه، واو ساکن شوه، ای مد طبیعی تشکیل میده. حرف کسره داشته باشه، بعد از او حرف یای ساکن به ای مد طبیعی تشکیل میده. بعضی از کتابا ایره سرچپه هم تشریح میکنن، میگن که هرگاه الف ساکن باشه مقابلش حرف حرکت فتحه داشته باشه ای مد اصلی است. ارگاه واو ساکن باشه مقابلش حرف دمه داشته باشه ای مد اصلی است. ارگاه یا ساکن باشه مقابلش حرف کسره داشته باشه ای مد اصلی یا مد طبیعی است. ما و شما قبلا خواندیم که فتحه یک حرکت داره و او الف هم یک حرکت داره. یک حرکت اردیش طرف بالا کش میکنه، دو حرکت طرف بالا میشه که این مد اصلی میشه. دمه پیش تله میکنه و واو هم پیش میره. این دو حرکت یکی از دمه میه، یکی از واو میه، این دو حرکت میشه. کسره خودش پایین میره، یای سکون هم پایین میره، دو حرکت طرف پایین که مد طبیعی تشکیل میده. یعنی مد طبیعی دو حرکت داره. خب میریم در جدول سعی میکنیم که بعضی دمی خانه کالم فتحه سعی کنین. ما بعضی از می چیار رنگش سرخ ساختیم. ای سرخ که ساختیم ای امو خود حروف است. در حقیقت نامای حروف تصادفاً به مد طبیعی برابر شده. در جدول پیشتر در فتحه دمک اصلا در حرکات اگر متوجه بودین که حروف مفخم در امو برابر شده بود. آله بعضی از حروف که مفخم نیست در اینجا، بعضیش هست بعضیش نیست، خود میتو با چانس برابر شده. در کالم فتحه سعی کنین ب ت ف ح خ ط ز ف ه. میبینین که یا در چی آمده؟ خودش در مد اصلی برابر شده. همیش دو حرکت میگیره. من این یک بار تست میخوانم، باز میریم در طرف چپ میبینیم یک چند تا لغت ها را ماندیم که ما ببینیم که این چی رقم تلفظ میکنیم. خب مد اصلی، خب امی تیبل هم از امی سر شروع میکنم. ا او ای، میبینیم که از سابقه کرده که من میگفتم ا او ای، حالا من میگم ا او ای، دو حرکت کش میکنم. سابق میگفتم با بو بی، آله میگم با بو بی. تا تو تی، ف فو فی، جا جو جی، ح حو حی، خا خو خی، دا دو دی، ز ذو ذی. خب میریم سر اینجا چطور دو دفعه دال نوشته شده. خب دال است دیگه.
the, ذو, ذی. را, را خودش است. را, رو, ری. ز, زو, زی. س, سو, سی. ما سابق میگفتیم در حرکت ها اگر متوجه باشیم میگفتیم س, سو, سی. حالا میگیم س, سو, سی. دو حرکت ها پیش میریم. ش, شو, شی. در صاد و در داد اینجا ما یک کمی متوجه باشیم که ای است سا, سا, سو, سی. دا, دو, دی. تا, تو, تی. زا, زو, زی. ع, عو, عی. غا, غو, غی. ف, فو, فی. این فی را متوجه باشین. فی. ای فی نیست. ای فی است. که دو حرکت داره. قا, قو, قی. ک, کو, کی. ل, لو, لی. ما, مو, می. ن, نو, نی. ها, خودش ها خودش است, نامش است. ها, هو, هی. یعنی هو که من میخوانم این رو متوجه باشین که باز در سوره اخلاص ما باید درست تلفظش کنیم. امید است که تلفظ حروف مدی را در تیبل شما دیده باشین. میریم سر دمی طرف دست چپ, ببینید چند تا لغت هست که ما این باید مدای زیر در نظر بگیریم. سعی کنید در عالمین بعد از عین الف آمده, این مد است, این باید تلفظ کنیم. بعد از میم در عالمین میم کسره است یا پشتش آمده فرمول تطبیق بشه. سعی کنید فرمول آخری را حرف کسره جمع یا ساکن. عالمین سکون است, میم یا سکون است, میم کسر است. در عالمین عین فتحه داره, پشت سرش الف سکون آمده که فرمول اول تطبیق میشه. پس ایره که ما اگر تلفظ کنیم ایتو میگیم, اما نون آخر ما در حرکت چه حساب میکنیم, ایره قیم میگیم العالمین, العالمین, العالمین. میبینیم که عالمین دوتا ماده تبیر ما در نظر گرفتیم. در دیگهش میبینیم در ذال, ذال کسره است, پشت سرش یا آمده میشه الذین, الذین, الذین نمیشه الذین. حرف دیگهش سعی کنید, لغت دیگر سعی کنید. الرحمن, الرحمن. این قبل آنم گفتیم که میم کت الف من میشه. دیگه چی سعی کنین؟ قالو, قالو, قالو نمیگیمش, قالو. دیگه چی سعی کنین؟ قیلا, قیلا. تجری, تجری. ایره تجری نمیگیم, تجری. جیمه کم اینجا قلقله میکنیم. تجری. اینی عرف, اینی لغت دیگه که هست, ای کامبینیشن دو لغت است که ای در سوره فاتحه هست, ای در دوی از ای بسیار مهم است و ای را ما خو در 50% یا شاید 60% مردم مکشونیده میره اشتباه میخونه. سعی کنین ای را ما داریم که در عرف ساده, عرف ساده که ما فتحه بتیم و کسره بدیم و دمه بدیم. چی رقم در درس دهم خوانده بودیمش؟ گفته بودیم که سا امت خوانده بودیم نه, که اولش فتحه, دومش دمه, سومش کسره. سا, سو, سی. سا, سو, سی. نار اینجا ما صراط الذین, صراط الذین. غیر المغضوبی, غیر المغضوبی.
غیر المغضوب، ما بای کسره را در مغضوب بی انگلیسی میگیم، ما میگیم که غیر المغضوب، اما بی نمیگیمش که یا نگیره مد نشه، غیر المغضوب. ما در فارسی اگر بسیار شنده باشه میگه غیر المغضوب، یک تلفظ افغانی است دیگه. در عربی میشه غیر المغضوب. درس 11 هم همینجا به پایان میرسانیم. امید است که تلفظ مد اصلی را بلد شده باشین. باز آهسته آهسته انشالله در درس های دیگه پرکتیس کرده میریم. همین طرف دست چپ همین لغات را کار داده بودیم، ای ما را آهسته آهسته ما خدا آماده میکنیم که سوره فاتحه را برای نماز آمادگی بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.